با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام و ادب خدمت همه خواهران و برادران عزیز ارجمند که حضور دارند در کلاب. حسین جان، من میخواستم خدا قوت و عرض سلام و ادب داشته باشم خدمت این خانم ها و آقایانی که جمعیت امام علی رو دو دهه، بیش از دو دهه میشه، رسوندن به اینجا. حالا همین آماری که نیما الان داد خودش مبین خیلی خیلی نکات و مسائل هست. حسین جان، شما اشاره کردید به تجربه که من سر قضیه زلزله کرمانشاه داشتیم سال 96. حالا من یه مختصری چون شما پرسیدین توضیح بدم، بعد بپردازم به نظرم در مورد حکمی که برای تعطیلی جمعیت امام علی داده شده. ببینید، 4 سال پیش که زلزله کرمانشاه آمد، خب من خیلی بی برنامه میشه گفت، یعنی واقعا چیز نبود، تحت تاثیر خرابی هایی که شده بود و اقداماتی که یه سری دانشجوها و همکاران تو دانشگاه تهران کردن، کارمندامون اینا، به خودم گفتم که منم مثلا یه حرکتی بکنم و اعلام کردم که حساب که حقوقم و مواجبم و دانشگاه تهران میریزه، اون تو صفحه اینستاگرام گذاشتم و خب در فاصله 48 ساعت 72 ساعت 2 میلیارد تومان ملت پول ریختن به اون حساب و مثلا باورم نمیشد که من فکر میکنم مثلا 30-40 میلیون تومان حتی اکثر. اونم من حالا یه سری افراد رو میشناسم و میدم پولو به اونها که حالا مثلا چه میدونم یه سری چیزای لوازم بهداشتی و چادر رو نمیدونم آب معدنی و از این چیزا مثلا تهیه بکنم. ولی وقتی شد 2-3 میلیارد پول جمع آوری شد، با همفکری یه سری همکاران دانشگاهی مال دانشگاه شریف و دانشگاه تهران، به علاوه یکی دو تا NGO که در منطقه از سالها قبل، جمعیت مهرگان که فعالیت داشتن، فعالیت فرهنگی داشتن در روستاهای کرمانشاه و استان کردستان، آشنایی با اونها و خلاصه مجبور شدم که خودم بلند شم برم به منطقه، چون دیدم خب مردم به من احترام گذاشتن و این کار کردن، دیگه حالا من نمیتونم، باید که دیتر بگیرم کار رو. به هر حال کوتاه بکنم داستان رو، منجر شد به اینکه ما تصمیم گرفتیم که یک دهکده رو، یکی از دهکده هایی که با خاک یکسان شده بود در جریان زلزله، اونو بازسازی بکنیم، منتها بازسازی توسعه پایدار. یعنی خلاصه کلام این که فقط نریم ساختمون سازی بکنیم و اینها، بلکه به گونه ای بازسازی بکنیم اون روستا رو که همسو با محیط زیست باشه، به محیط زیست آسیب وارد نشه. از جمله و مهمترینش این بودش که به صورت سمبولیک بیایم فاضلاب این روستایی رو که داره بازسازی میشه، از اول بیایم فاضلاب این روستا رو جمع‌آوری بکنیم و نذاریم مثل همه بسیاری از روستاهای دیگه به رودخونه ریخته بشه فاضلاب، یا اینکه بره تو خاک، و فاضلاب رو بیرون دهکده 1 کیلومتر ببریم بیرون دهکده. طرحی رو اساتید دانشگاه شریف طراحی کردن، مجانی، ریال پول هم نگرفتن برای کاراش و نقشه برداریش اینا، چون به اصطلاح آمول منفعه بود. و حالا شاید روستاهای دیگری هم باشن در ایران، ولی این واقعا روستایی شدش که
فاضلابش محیط زیست رو آلوده نمی کنه. نمیدونم چند تا روستا چند تا شهر در ایران وجود دارن که فاضلابشون محیط زیست رو آلوده نمی کنه. منطقه ببینید این کار رو انجام دادیم. یعنی الان تصویر خونه ساخته شده، شبکه فاضلاب لوله کشی انجام شده، تمام خونه ها حدود 145 تا خونه هستن که اینا همه به سیستم فاضلاب وصل شدن و داره فاضلاب روستا تصفیه میشه. و بعد از اینکه تصفیه شد، آبش که به اسم گری واتر هستش خیلی خوب هستش برای کشاورزی و اون لردی که میمونه، لجن اینها هم تبدیل به کامپوست یا کود ارگانیک میشه. ببینید باورم نمیشد که هر تیغ و تیشه‌ای که دولتی‌ها بتونن سر راه این کار می‌ریزن و ریختن. حسابمون رو قوه قضاییه اومد بس دادستان. من مثل متهم رفتم بازپرسی پس دادم، من احضار شدم توسط آگاهی، رفتم رو صندلی که متهمین و کلاوردار و کلاوردارا و مالخرا و دوزا و اینا میشینن، رفتم نشستم رو صندلی، از من بازجویی شد افسران آگاهی. که اینم رفتار به هر حال نظام بوده. بعد تیم فرستادن از طرف دادستانی، هر کاری که ما کرده بودیم اونجا رو اومدن بررسی کردن که میگن که این کاری کردیم، میگن این کاری کردیم، میگن این کاری کردیم، واقعا کردن نکردن، و دیدن که درسته. یعنی هیچ یک ریال از اون پولی که جمع آوری شده حیف و میل نشده و واقعا همش صرف پروژه ساستین دیولوپمنت، توسعه پایدار شده. دست آخر یعنی بعد از اینکه حسابمون باز شد چند ما بعد سال 98 دو مرتبه اومدن حساب رو بستن. این دفعه معاونت قوه قضاییه در امور فتح اومد بست که گفتن که یه قانونی بوده مثلا سالها قبل در مجلس تصویب شده بوده که کسانی که میخوان از این کارها بکنن، یعنی پول جمع‌آوری بکنن و به اصطلاح به صورت انجوینا، اینا باید مجوز از شیر خورشید داشته باشن، از هلال احمر داشته باشن. در غیر این صورت اگر هلال احمر بهشون اجازه نده، اینا ما حسابشون رو محدود میکنیم. من فکر کنم شوخی میکنن، ولی حسابمون رو بستن. اوایل سال 98 حسابمون رو بستن، الان اوایل سال 1401 سه سال حساب ما رو بستن. و اون آقای مهندس کولیوند و دیگرانی که دارن واسه ما اونجا کار میکنن، واسه این پروژه دارن اونجا کار میکنن، 40-60 میلیون تومان بهشون بدهکار شدیم و همچنان هلال احمر میگه که ما داریم بررسی میکنیم. اینا واسه روح هلال احمر اصلا خبر نداره ما چی کار کردیم. و یک بار هیچ یک از مقامات دولتی، مسئولین دولتی نیومدن اونجا که بگن آقا اصلا شما چی کار دارین میکنین، به جز اون تیم‌های مفتشی که دادستانی فرستاد که ببینن مثلا پول چجوری مصرف شده و اینها. ببینید مشکلی که وجود داره و این شطوری که الان در خانه جمعیت امام علی خابیده و این رفتاری که سر قضیه دهکده امید با ما کردن، و من هنوز دارم میرم هلال احمر رو میام، همین دو هفته پیش باز پیگیری کردن که آقا این حساب بالاخره چیکارش میخوایم بکنیم، و میخوام یواش یواش شکایت بکنم علیه هلال احمر به قوه قضاییه دیگه. یعنی چیزی که عقلم میرسه اینه که آقا اینا بدون به چه دلیلی شما اومدید حساب ما رو بستید. ببینید به نظر من صورت مسئله حسین جان خیلی روشنه. آقای شارمین عزیز و سایر دوستانی که واقعا با جون دل، خانم رحیمی و دیگرانی که واقعا این همه کار کردن صادقانه، بدون ادعا، بدون که یک ریال
بالا پایین بکنن. مشکل اساسی این هستش که ما همه مستقل از حکومت هستیم، ماها حکومتی نیستیم، ماها وابستگی به هیچ نهاد حکومتی نداریم. اگر می داشتیم نه تنها اینجوری با همون رفتار نمی کردن، بلکه در حقیقت انواع اقسام کمک می کردن. من تا به الان ندیدم یک بار صدا و سیمای جمهوری اسلامی این چیزایی که نیما الان آمارشو داد یک گزارش 2 دقیقه 3 دقیقه مثلا تهیه بکنم بگن اینا این کاری کردن این کاری کردن. یه بار بیان از اون تصفیه خانه‌ای که ما ساختیم و افتتاح شد حدود 2 سال پیش بیان مثلا یه عکسشو نشون بدم، یا این تصفیه خونه است، اینا شوخی شوخی چیز کردن، یه تصفیه خونه ساختن که اصلا از مواد شیمیایی استفاده نمی‌کنه و برقش هم به اصطلاح از انرژی خورشیدی داره میگیره. یعنی اینقدر نسبت به محیط زیست این تصفیه خونه و کاری که داره میکنه مناسب هستش، مطلوب هستش. هیچی. حالا اگه مثلا این کارو کمیته امداد کرده بود، اگه این کارو حساب صد امام کرده بود، اگه این کارو مثلا نمیدونم آستان قدس رضوی کرده بود، اگه اینو کار یه روحانی جلیل القدری مثلا قم هستش کرده بود، اگه این کار ستاد اجرایی فرمان امام کرده بود، ببین چقدر این تو بوق و کرنا می کردن. گناه ما، گناه نابخشودنی ما، گناه امام، جمعیت امام علی نستش که اینا مستقلن و حکومتی نیستن. و این متاسفانه بالاترین جرم در جمهوری اسلامی این هستش که شما مستقل باشید. فقط خیریه نیست که اگه مستقل باشه با مشکل مواجه میشه. همونجور که شاهد هستیم احزاب و تشکل‌های سیاسی مونم اونایشون که واقعا میخوان مستقل باشن با مشکل مواجه میشن. اتحادیه‌های کارگری مون اونایی که میخوان مستقل باشن با مشکل مواجه میشن. کانون صنفی معلمان، شورای صنفی معلمان که میخوان مستقل باشن با مشکل مواجه میشن، متهم به جاسوسی میشن، متهم به فتنه میشن، متهم به همکاری با شبکه جاسوسای بین المللی نمیدونم فرانسه میشن. وقت سلاحازا بر نمیتابه. نظام جمهوری اسلامی هیچ حرکتی رو هیچ چه خیریه باشه، چه غیر خیریه باشه، چه دینی باشه، چه غیر دینی باشه، که هنری باشه، هر چیزی که در حقیقت خواسته باشه کاری به حکومت نداشته باشه و مستقل از حکومت بقا داشته باشه، متاسفانه خاریه تو چشم نظام و نمیذارم، میبندنش. آیا یک دلیل موجه، به قول حقوقی ها یه دلیل محکمه پسند، آیا یک دلیل محکمه پسند قوه قضاییه ارائه داده؟ اون قاضی که مال امام علی رو داره اجرا میکنه که باید تعطیل بشه، چه دادگاه بدوی چه دادگاه تجدید نظر، چه دلیلی رو ارائه دادن که چون جمعیت امام علی دچار این خطا شده، چون جمعیت امام علی این قانون رو نقض کرده، پس بنابراین باید منحل بشه؟ آیا واقعا یه دلیل ارائه داده قوه قضاییه که نشون دهنده انحرافی باشه که جمعیت امام علی از اهداف و آرمانهای خیرخواهانش اومده انجام داده و قوه قضاییه بگید چون این کار رو کردید بنابراین ما میان شما رو تعطیل میکنیم، شما باید منحل بشید؟ اینی که من واقعا هر چی فکر میکنم میبینم که بزرگترین گناه جمعیت امام علی این بوده که خواسته مستقل باشه، مستقل از حکومت باشه و اینو بر نمیتابن. همون جوری که عرض کردم تشکل های دانشجویی میخوان مستقل از حکومت باشن، حکومت بر نمیتابه. حالا دیگه تا بیایم برسیم به کارهای
این چنینی. منتها به نظر من ناامید نباید شد و باید کار پیگیری کرد. یعنی من هیچ وقت خودم نگفتم که خب حالا قوه قضاییه اومده این کار کرده، نیرو انتظامی با من مثل یه مالخر دوز هیز اومده رفتار کرده، حالا ما بیاییم. نه، باید بدونیم که به هر حال اینا هستش و اصلا چیز نکنیم، اصلا تسلیم نشیم، چون اونا همینو میخوان. اونا همینو میخوان که دیگه هیچ استاد دانشگاهی نیاد پول جمع بکنه و اساتید دانشگاه شریف نیان طرح توسعه پایدار بدن، دانشجوان نیان عضو جمعیت امام علی بشن و کمک بکنن. اونا اتفاقا همینو میخوان، میخوان هر کی هر کاری میخواد بکنه بیاد زیر علم حکومت، حالا یکی از نهادهای حکومتی، و که حالا هم اونا بتونن کنترل بکنن و مهمتر اینه که ازش بهره برداری تبلیغاتی بکنن. حالا اگه مثلا جمعیت امام علی وابسته مثلا به حوزه علمیه قم بود، حالا ببین چه تبلیغاتی میکردن، چه پروپاگاندایی میکردن که این جمعیت اینجوری شده. اینا محصولات فکری جمهوری اسلامی هستش که این دانشجوی مش دانشجو اومدن دارن اینجوری خدمت میکنن، آستینا رو بالا زدن و این ولی خب چون مستقل از حکومت هستن، چون کاری به کار حکومت ندارن، متاسفانه حکومت اینا رو بر نمیتابه. این واقعا چیزیست که به عقل من میرسه که چرا باید جمعیت امام علی بسته بشه و چرا باید حساب آقای صادق زیبا کلام که این همه هم رسیدگی شده و یک مورد از صدها فقره هزینه هایی که ما کردیم، یک مورد نتونستم پیدا کنن که مثلا ما گفته باشیم که مثلا 5 تا شاخه تیراهن 14 خریدیم مثلا 100,000 تومان 5 تا شاخه نخریده باشیم، مثلا 3 تا نصف شاخه خریده بوده باشیم، یا مثلا تیراهن 14 مثلا اون زمان که ما خریدیم مثلا قیمتش بوده مثلا 100,000 تومان، ما مثلا گفتیم 100 و مثلا 37,000 تا. یک مورد اینجوری پیدا نکردن که در حقیقت نشون دهنده این باشه که مثلا خدای نکرده یک دستبرد های مثلا ما به این پول زدیم. من در حوزه جمعیت امام علی هم با اینکه نمیشناسم آقای مهمندی نژاد رو، یه بار از زندان که آمده بودم بیرون محبت کردن به همراه خانومشون خانوم مهندس رحیمی تشوردن منزل که عالم تشکر بکنن از این تبلیغی که ما براشون کرده بودیم وقتی در زندان بودن، بازداشت بودن، و تلاش کرده بودم حالا در حد خودم که ازشون رفع ممنوعیت بشه بتونم به فعالیتشون ادامه بدن، که خب تلاشام هم مثل ما بقیه تلاش زندگیم همه بی حاصل شد. من واقعا نمیشناسم، نه خانم رحیمی رو میشناسم، نه آقای میمندی نژاد رو میشناسم، نه دوستان دیگری که با اینا کار میکنن هیچ کدومشون رو میشناسم، ولی میدونم که اگر کوچکترین خفت و خطایی از اینها صورت گرفته بود، اگه یه اپسیلون به قول ریاضیدانا، اگه یه میلیمتر پاشون رو کج گذاشته بودن در تمام این 22 سالی که فعالیت کردن، 23 اینو چراغونی میکرد، 23 اینو با شیپور، و یه مورد تو کار ما تو کرمانشاه تو دهکده امید پیدا کرده بودن که مثلا یه چیزی رو میتونستن دست بذارن روش که اینا مثلا پودر رو میکردن، نیست رو نابود رو میکردن از نظر تبلیغات اینها، ولی خب هیچی پیدا نمی کنن. و این بنابراین تنها چیزی که میمونه همون که خدمتتون عرض کردم این هستش که ما میخوایم مستقل باشیم. همین بزرگترین جرم یک خیریه به اسم جمعیت امام علی در جمهوری اسلامی این هستش که میخواد از حکومت مستقل باشه. بسیار خوب، من عرض دیگری ندارم حسین جان و هستم در خدمتون اگه احیاناً حالا نمیدونم سوالی پرسشی چیزی وجود داشته باشه. ببخشید من حقیقتش همینجوری گوش میدادم و چون دوستان دیگر
صحبت نکردن، من حالا یه بار صحبت کردم، واقعا برای نداشتم صحبت بکنم. اما این چارمن چیزایی گفت که حقیقتش دلم نیمد که حسین جان هیچی نگم، چون شارمن صحبت نکرد، شارمن درد کشید و درد فریاد زد و یه خود همچی آدم رو تکون میده. ببینید یه آدمی که حالا من دقیقا نمیدونم شارمن چند سالشه، ولی این نشون، ولی مدیریت این آدم، راه انداختن این تشکیلات نشون میده که آیکیو پایینی نداشته. حالا نمیگم نابغه بوده، ولی آیکیوش در خور توجه بوده که 22 سال اومده از صفر بدون حمایت حکومت اومده جمعیت رسونده به اینجا و یه توانایی داشته. میتونست این توانایی ها رو مثل بابک زنجانی، مثل دوستمون آقای عبدالباقی که ظاهراً کشته شده به روایت جمهوری اسلامی، مثل شهرام جزایری، مثل خیلی های دیگه، میتونست بیاد صرف اون کارا بکنه، به یه جاهایی برسه. میتونست بیاد با حکومتی ها شریک بشه و به یه جاهایی برسه. ولی حالا به هر حال انتخاب میکنه که بیاد به یه عده بدبخت برسه. ببخشید شاید لغت بدبخت درست نبوده، محروم حالا برسه و موفق هم عمل میکنه. ببینید اگه تو حبشم جمعیت امام علی را انداخته بودن، حالا اینجا که ام القرای اسلامیه، اگه تو حبشم را انداخته بودن، یادم مثل شارمین رو تقدیر میکردن ازش، تشکر میکردن ازش، مباهات میکردن بهش که بالاخره اومده و این کارا رو کرده. اما شما نگاه کنیم این در جمهوری اسلامی ایران چیکار کردن با شارمین؟ چیکار کردن که اینجوری داره فریاد میزنه، اینجوری داره یقش جر میده؟ ببینید تهمت ناموسی به ای زدن، گفتن دست یه دختر بستری گرفتی، به دخترش خیلی علاقه داره، خیلی علاقه داره به دخترش، ولی خوردش کردن تا یه ملاقات با دخترش بهش بدن. هرچی دستشون میرسید گشتن گشتن که یه نقطه پیدا کنن که مثلا یه چیزی بالا پایین شده باشه، یه چیزی کم و زیاد شده بوده باشه، پیدا نکردن. 5 ماه 6 ماه 4 ماه تو انفرادی نگهش داشتن. حالا درست نمیدونم اینو بگم، ولی که خودم تو انفرادی بودم میفهمم یعنی چی انفرادی. من حاضر بودم کابل بخورم از حسینی، ولی تو انفرادی نباشم. اینقدر انفرادی آدمو داغون میکنه، اینقدر انفرادی. من میتونم بفهمم 3 ماه 4 ماه 5 ماه انفرادی یعنی چی. خب این چی کار کرده بود؟ این آدم چی کار کرده بود که این بلاها رو نظام سرش آورد؟ چی کار کرده بود؟ اون جرمه اون گناه وحشتناکی که مرتکب شده بود که باید این بلاها سرش می آمد، اون کدوم بود؟ بدون مهر نماز خونده. پیغمبر خدا هم بدون مهر نماز میخوند. آره پیغمبر خدا هم بدون مهر نماز میخوند. مهر از زمان صفویه دائر شده، رایج شده. دیگه چی کار کرده؟ ببینید این همون که گفتم که حاضر نشده با نظام، با حکومت قاطی بشه، شریک بشه. خر خودش سوار بوده و گفته که حالا من قبول نکردم، تحمل با عرض کردم خدمتتون، همه این بلاها به خاطر یک گناهه، گناه این که
حاضر نشد تو کوپه حکومتی ها بشینه. همینو بس. تمام اون چه که درد این آدم بود، زجر این آدم بود، همش خاطر این بودش که حاضر نبود باشون شریک بشه. فرماندار سر پل ذهاب داد زد، فایلش هست این چی و فیلمش هستش که اگه پشت گوشت دیدی زیبا کلام دهکده امیدم میتونی ببینی. دلم خواستی کسی از این بپرسه که مگه زیبا کلام تو دهکده امید چیکار داره میکنه که اگه تو میگه پشت گوشش رو ببینه دهکده امیدم تو میذاری که ببینه. کارم چی بود؟ کارم این بودش که با حکومتی ها خیلی کاری نداشتم، اصلا کاری نداشتم و من میتونم بفهمم چرا سعی شد که شارمیل داغونش کنن، روحی، جسمی و روانی. هر گناهش همین بود. عرض دیگری ندارم حسین جان، ببخشید دلم طاقت نیوردین نگم. آقای دکتر رحیم‌پور عزیز، من عرض سلام و ادب دارم خدمتتون. من فقط خواستم توضیح بدم که جناب دهخان عزیز سلام، نه من به هیچ وجه نمیخوام بگم که هاشا و کلا، که من بخوام بگم که شهرام جزایری یا بابک زنجانی موفق بودن، نمیدونم به هیچ وجه، و کاملا شما درست تشخیص دادید. مقصودم چیز دیگری بود که باز اونم شما کامل گرفتید. مقصودم این بودش که شارمین میتونست این آیکیویی که داره، این توانی که داره، به جای اینکه بیاد وایسه به محرومین کمک بکنه، جمعیت امام علی رو درست بکنه، میتونست میلیاردر بشه. حالا لزومنم از راه شهرام جزائری و بابک زنجانی یا آقای حسین عبدالباقی، نه، از راه درست‌تر میتونست. مقصودم انتخابش هست. مقصودم این هستش که اون توانایی که خداوند به این جوان داده، این توانایی رو نیمد برای مصالح و منافع شخصی خودش. دیگه انقدر عقلش میرسید که مصالح و منافع شخصی خودش بیاد استفاده بکنه. نکرد. اومد کار عامل منفعه کرد. و اینه که خیلی دردناکه که ما نظامی داریم که افرادی رو که اینجوری میان و توانایی که دارن، انرژی که دارن، خلاقیتی که دارن، پویایی که دارن، آیکیویی که دارن، میان در راه خدمت به مردم به کار میگیرن، باهاشون اینجوری رفتار میکنه که به زانو میخواد اینا رو در بیاره و نابودشون بکنه. من اینو خواستم فقط عرض بکنم. عرض دیگری ندارم. من یه سوال داشتم. سوالم بیشتر از آقای کیخسروی و از آقای نصراللهی و از حضرت دهخان و وکلا هستش، از حوزانامون هستش. ببینید، فرض بگیریم روز شنبه که حالا حکمم مثلا چاپ کردیم، نمیدونم اینها، ولی روز شنبه بیایم و یه حساب باز کنیم. حالا من دستم کجه، ولی مثلا به اسم نمیدونم، به اسم آقای دکتر رحیم‌پور که ظاهرا دوز نیستش، به اسم دکتر رحیم‌پور یه حساب باز کنیم و به مردم اعلام بکنیم که چون جمعیت امام علی منحل شده است، هر کس که کمک میکرده به جمعیت امام علی، اینو البته شارمن باید انجام بده، شارمن و خانم رحیمی و کسانی که شناخته شده هستن، میتونن به این حساب پول بریزن و همچنان کار رو ادامه بدن. میدونم سوالم خیلی احمقانه است، ولی اگه همچی کاری رو شماها بکنین، مثلا چه اتفاقی میفته؟ میرن مثلا
حساب آقای دکتر رنگپور رو میبندن، شما به اسم یه نفر دیگه حساب باز میکنید. نمیدونم میشه شدنش که میشه این کار کرد، ولی ولی از نظر قانونی چجوری میتونم بیان جلوی یعنی چجوری میتونم به مردم بگن که مردم شما به جمعیت امام علی اعتماد نکنید؟ چون مشخصه که چون این جمعیت رو و این حساب رو بستن و اون آقای رحیم‌پور یا اون آقای چاوشی یا اون آقای دامو اینا مورد تایید این افراد هستن، بنابراین کار همچنان داره ادامه پیدا میکنه اگرچه که جمعیت امام علی رو منحل کردن. نمیدونم میشه این کار کرد یا چرا نمیشه کرد، اگر که پاسخ بدین خوشحال میشه. من خودم البته در عمل تکین کاری کردم، یعنی علارم که حسابو بستن این کاری کردن اون کاری کردم ذل نکردم، از طریق نامنگاری، از طریق رفتن، از طریق وقت گرفتن از وزیر، از وکیل، از هر چیز، و ازشون خواستم که یعنی ولشون نکردم. مقصودم این هستش که شما مگر روز شنبه ول نکنید چه اشکالی به وجود میاد؟